داره پیغام میده. از قم عبور کردیم، در جاده یزد در حرکتیم. اسمس میزنه؟ چطور موبایلشو نگرفته؟ چقدر از ما جلوان؟ یک ساعت و نیم. جام سرهنگ، قرمون دست رسیدیم قم. نگرده ما خود واسه بچه ها سوم بخریم. اینو بگی بذار من بیام جلو. اگه اونجا می نشستم ممکن بود کنترلمو از دست بدم، بزنم سر کلهشو در به داغون کنم. قربون دست جناب مهندس، جام باز شد، حالا میتونم دراز بکشم. حالا مجبور بودی اینو با خودمون برداری را بیافتی؟ چی کارش میکردم؟ میذاشتم اونجا بمونه. کی آب و دورش میداد؟ دوتا مأمور براش میذاشتم. غیر از سلطانی و سرگود محمدی شما تنها کسی هستی که از وجودی همچین تحفه‌ای خبر داری؟ به سلطانی میگفتی روزی یه دفعه بره درو باز کنه، یکم غذا بذاری جلوش بیاد بیرون. آقا رو خیال میکنه با گدا طرفه. صد رحمت به گدا. سلطانی باید تمام وقت پشت میزش بشینه و حواسش به ما باشه. برای چی؟ مگه قراره برای ما اتفاقی بیفته؟ نه، ایشالله اتفاق نمیفته. چرا؟ میفته. قراره اتفاقی بیفته جناب مهندس. رفیق این جناب سرنگ خودشو جای ما جا زده. البته ما خیلی بهش سفارش کردیم این کارو نکن، ولی خرجش نرفت. حالا اونا مشکوک شدن و فهمیدن که جنس تقلبی به شما غالب کرده. حالا این جناب سرهنگ ما رو برداشته را افتاده که مثلا ببره با رفیقش معاوضه کنه. ولی این دفعه رو کور خوندی جناب سرهنگ. به وقتش که برسه قدم از قدم برده میدارم، کاری میکنم که از اووردن من پشیمون شی. حالا میبینی. به اولین خروجی که رسیدیم به پیش سمت راست. آها خودشه. میشه بگید ما کجا داریم میریم؟ به موقعش میفهمی ناصر خان، عجله نکن. این جاده رو یادته؟ آره یادمه. آخرین دفعه که از اینجا رد شدی؟ 2 سال پیش، یه ماه قبل از اینکه تو رو بگیرم. یادته شبونه با همین جاده رو رفتیم و برگشتیم؟ واقعا ظرف این مدت تو دیگه از این جاده عبور نکردی؟ نه اصلا وسوسه هم نشدی بری سر وقت اون امونتی ها؟ اصلا دلشورم نداشته که رفته باشه ورشون داشته باشه. اگه بگم دلشوره نداشتم که دروغ گفتم. دلم راضی نمیشد بدون تو اینجا درو برم. آخه ما با هم قرار گذاشتیم. ولی من بودم میرفتم. نه دروغ میگی، تو هم بدون من نمیرفتی. آخه تو رفیق عزیز منی. ولی تو رفیق من نیستی. پسر خالمی.
ترسیدم. به نظرم بی خودی به دندونام فشار میارم. این دستگاه از کار افتاده، آخه با چوب زدن تو فکم. به هر حال میفرستم 100 کیلومتری یزد خروجی اول. احمد بی معرفت، این دفعه تو منو تنها گذاشتی؟ تنها نذاشتم رفیق، دارم دنبالت میام. آره دنبالت میام که جنازت تحویل بگیره. دارم بهت میگم دیگه حق نداری تا آخر این ماموریت یک کلمه حرف بزنی. فهمیدی؟ فهمیدی یا ماشینو نگه دارم؟ نه خیلی فهمیدم، شما بفرمایید. آخر آسفالت جاده خاکی. عجب جای قشنگی اینجا. اینجا خونه امید منو داداشته. ما اینجا کلی اشغال کردیم، حداقل ما یه دفعه می اومدیم اینجا. آخه که چقدر دلم برای اینجا تنگ شده. بایدم تنگ بشه. بریم مسائل بیاریم. اینجا واسادیم کنار دریاچه نزدیک نیزارها. دریاچه؟ اینجا؟ وسط این برد بیابون؟ گرفته ما رو بابا. خیر این هم از چادر بذاری تو. اینجا که دریا چی نیست؟ گفت آخر آسفالت جاده خاکی. من میرم یه نگاهی بندازم، شما هم اینجا باش. میخوای منو با این تنها بذاری؟ حتی شنا مهندس دستان بسته است. دهنت که وازه. دهنم؟ یک کلمه حرف نمیزنی تا من برگردم، وگرنه برگردم آقای مهندس ازت شکایت کنه دهنتم میبندم. باشه چشم، شما بفرمی. چه دود و دمی رو انداختی؟ داداش نرفتی؟ کجا؟ خدا رو در بیاری دیگه. بذار هوا تاریک شو بیریم. من که اگه بودم طاقت نمی آوردم.
ما طاقتمون زیاده. دو سال صبر کردیم، دو ساعت هم روش. آقا من یه چیزی بپرسم. چقدر هست؟ بگم؟ بگو، ما که اینجا غریبه نداریم. اون دیگه غریبه نیست، خیالت راحت باشه. آ خودمونه، حرفتو بزن. 10 میلیون دلار. 10 میلیون دلار؟ از کجا گیر آوردین؟ کار کردیم، زحمت کشیدیم، عرق ریختیم. از 3 تا معامله خارجی. البته من که عددی نبودم، کار داداشت بود. بی خود میگه، خودش خریدارا رو جور کرد. ولی این داداشت بود که بهشون تحویل میداد، وگرنه من که از این جوربازا نداشتم. خب حالا چرا اینجا چال کردین؟ چرا نوردین بذارین تو بانک؟ برای اینکه فکر میکردیم ممکنه پولا علامت داشته باشه، ممکنه پلیس ردشو بگیره و بیاد سراغمون. خیلی از رفقا اینجوری رفتن زیر تیغ. درسته، معمولا اینجور پولا رو 2-3 سالی نباس بری سراغش، تا آبا از آسیاب بیفته. حالا دیگه نه آبی مونده نه آسیابی. درسته، پولا رو تقسیم میکنیم میریم دنبال اشغال. یعنی نفری 5 میلیون دلار. خیلی پولا. 10 میلیون دلار با معامله‌ای که شارق جور کرده به تنهایی 10 میلیون واسمون داره، مگه نه؟ شیرین، اوضاع با 2 سال پیش فرق کرده. خریدارا لهله میزنن، همچین که اسم مواد اومد آب لب و لوچه‌شون را افتاد. بله آماده است. ناصر خان، برای چی اونجا نشستی؟ بلند شو بیا سر سفره. بس سیرم آقا، گشتم نیست. شما بفرمایید. پاشو بیا، غریبی نکن. ولش کن داداش، خواست بخوره میخوره، نخواست نمیخوره دیگه، به چرا مهندس؟ سرهنگ دیر نکرده؟ نه خیلی. چرا؟ دیر کرده؟ اگه اتفاقی براش بیفته حساب من و شما با کرام الکاتبینه. ما که دست اون بسته است و دست اون از دنیا کوتاهه. شما هم که اهل گیر و گرفت و بزن بزن نیستی، در نتیجه باید غزل خوند. بلم کن آقا، من قرار نبود تو حرف نزنی. بذار سرهنگ بیا، میگم دهنت هم ببنده. مگه ما چی گفتیم؟ چرا مهندس؟ مثل که صدایی داره میاد. از کجا؟ از همین دوروبر. نه، من صدایی نمیشنفم. چرا؟ گوش کن، صدای پا میاد. سرهنگیه دیگه. نه بابا، از اینجا صدا میاد. بیا گوش کن، بیا بیا. تکون رو خورتی رو مهندس، بگرده گردن تو میشکنم. ولم کن، چرا قرچی میکنی؟ اصلت کجاست؟ اسلحه؟ آره اسلحه، هفتیر، تفنگ. آروم با دست در رو بیار بالا. من اصلحه ندارم. مگه تو پلیس هستی؟ نخیه. پس با اینه چی کار داری؟ من برای پلیس کار میکنم. چه کاری؟ درس میرم. چه درسی؟ درس معرفت، انسانیت، شرافت. فکر نکنم به دردت بخوره. گردنشو بل کن. داشت خفه هم میکرد نامرد نالوتی، اسلحه میخواست، فکر میکرد من اسلحه دارم. میخواستی چی کار کنی؟ اسلحه برای چی؟
میخواستی کیو بکشی؟ ایشیو بابا جناب سرنگ، دیرم از شما خبری نشد، فکر کردم دست پا با وا کنم و یه چیزی دستم باشه که اگه اینا ریختن رو سرمون بتونم از جونمون دفاع کنم. آخه جناب مهندس که مرخصه. اون دست تو بیار جلو. کتابی جناب سرنگ، خبری نشده که. میگم اون دست تو بیار جلو. آره اون دستش هم ببن. ای بابا جناب سرنگ، این کارا چیه میکنی؟ پیداشون کردی؟ آره. نسول رایی هم دیدی؟ آره. چه خبر؟ چه کار میکردن؟ هیچ، داشتن کباب درست میکردن. دست بای نسول رایی بسته بودن؟ نه اصلا، بغلشون نشسته بود. خدا خیرشون بده، یه زدالی اونه، یه زدالی ما. دست پشت بازه و نشسته داره کباب میخوره، ما رو اینجوری به چارمیخ کشیدن و کوفتم نمیدن سخت بزنیم. گمونم اشتباه کردم، باید خودم جای سرهنگ میرفتم. خواب تون سرت کنم. باید از اینجا بریم، یه جای خوب پیدا کردم. یعنی شانس داری؟ شانس چیه بازی بلدم؟ یعنی تو این دست یه جفت شیش به من ندادم. فکر کردی بیا نباشه اکه. هی بازم پنج و سه شیش و چهار، شیش دو چهار، این چهار، این چهار به اونجا کاری ندارم اصلا. این شیش دو اینو داشته باش. چی میگه؟ میگه احمد اگر این دوره برا هستی یه جوری بهم خبر بده که بدونم مثل همیشه همراه همی، وگرنه معلومه این دستگاه خرابه و باید خودم دست به کار بشم. آخه چطوری بهت خبر بدم؟ صدای چی بود؟ گلوله بود؟ آره شکارچیان. راست میگه، همیشه این دور و بر پرسه میزنن. قبلا هم شنیدم. ببریم بازیمونو بکنیم. شنیدم رفیق، مخلصتم. حالا دیگه خیالم راحت شد. با تیر و تفنگ با هم حرفی زنیم؟ چهار و پنج، چهار و پنج، چهار و پنج، چهار و پنج. بریز آقا چه برمان؟ این دوتا بریم. کجا؟ وقتشه بریم پولامونو در بیاریم. خب خودت برو بیار دیگه، من برای چی بیام؟ تنهایی که نمیتونم. یادت نیست کجا چال کردیم؟ با زمینو بکنیم. جونتو اصلا حالشو ندارم، خیلی در به داغونم. دانیال تو پاشو با داداشت برو. باشه اگه تو حالشو نداری با دانیال میرم. دانیال پاشو بیا. ما الان با پولو بر میگردم، این جشن درست حسابی میگیریم. باشه. داداش میخوای پسرخاله رو با این یارو تنها بذاری؟ مگه اشکالی داره؟ و ممکنه یه وقت با یه چیزی بزنی تو سرش در بره. کجا در بده؟ چه میدونم، مثلا بره پیش پلیس. بره پیش پلیس بگه چی؟ من مطمئنم امروز داشت حرفاتونو میشنید. الان کلی اطلاعات داره، هم میدونه شما اینجا پول قایم کردی، هم از معامله مواد خبر داره. ممکنه بره هممونو لو بده. اون نمیره پیش پلیس. دادا شما برای چی انقدر به این یارو اعتماد داری؟ خیالت راحت باشه، اون نه جایی میره نه ما رو لو میده. مثل بچه آدم میشینه تا ما برگردیم. پس بذار دستشو ببندم، ضرر نداره که، حداقل تا وقتی برمیگردیم. اینجوری خیال من راحت تره. باشه برو هر کاری دلت میخواد بکن. دستتو بیار پشتت. برای چی؟
برای چیش به من مربوطه؟ بیار پشتت ببینم. مجید خیلی به این اعتماد داره. مجید داشته باشه، من ندارم. اگه دست من بود همین الان یه گوله تو مخش زده بودم. چیکار کردی؟ خیلی ازت کفریه. خیالت راحت شد؟ داداش من اصلا نمیفهم برای چی این یارو رو کشیدی دنبال خودمون؟ به چه دردمون میخوره؟ به درد میخوره. فردا با کلی جنس چجوری میخواییم از جلو پاسگاه عبور کنیم و خودمون رو برسونیم تهرون؟ جواز عبورمونه. خیلی خب، پس وقتی رد شدیم که دیگه معنی نداره. که چی؟ که گوله حرومش کنم. ببینم، تو هنوزم فکر میکنی این ناصر پاپتی نیست؟ نه نیست داداش، ببخشید. ولی هیچ جور تو کت من نمیره که این ناصر پاپتی باشه. خیلی خب، وقتی رسیدیم اونجا هر کاری دلت خواست بکن. بازی میکنی؟ چطوری بازی کنم؟ دستم بسته است. خود تو بگو، من مهرات رو جا به جا میکنم. اصلا تخته بلد نیستم. بلد نیستی؟ خواهد اول بگو دیگه. چرا با مجید نرفتی؟ به تو چه؟ لابد لازم نبوده. اینقدر بهش اعتماد داری؟ بیشتر از اون که فکرشو بکنی. پس چرا نگرانی؟ نگران؟ نه، نگران نیستم. چرا باید نگران باشم؟ چرا نگرانی؟ شاید به این فکر میکنی که ممکنه مجید و دانیال پولا رو وردارن و بذارن به چاکو دیگه بر نگردن. خفه شو بابا، نگرانی یه چیز دیگه. چی؟ چرا باید همه چیزی به تو بگم؟ بی درسی پولا اونجا نباشه؟ میترسم یکی رفته باشه پولا رو برداشته باشه. وقت مجید خیال کنه کار تو بوده و تو برداشتی. مجید اصلا یه همچه خیالی نمی کنه. مطمئنی؟ معلومه که مطمئنم. اصلا به تو چه که دخالت میکنی مردی که پاپتی؟ تو برو دنبال رمالی جنگیریت. شایدم خودت رفتی سراغ پولا و فهمیدی که اونجا نیست. حالا یه گوله میذارم تو مغزت تو اینقدر چرت و پرت نگی. اون وقت جواب مجید چی میدی و میگی چرا منو کشتی؟ اون این همه خرج من کرده و منو به این شکل داره برده که بتونه با پولای زیرخاکی و پولایی که فردا گیرتون میاد از کشور خارج بشه. اگه منو بکشی کنی. برگرد، برگرد، برو. باش بریم. مواظب در چطور باش. میخوام چطور رو پاره کنم. نه، این کار نکن. دیگه لازم نیست بمونی. تا همینجا کافیه. الان بچه ها آمادن، بریزن و همه شونو بگیرن. نه، نباید این کار رو بکنی. پای معامله گنده وسطه. باید تحتوشو در بیارم. ولی من دیگه تحملشو ندارم. من تو رو فرستادم، حالا خودم دارم بهت میگم پاشو بری. احمد گوش کن چی میگم. همین که تنها هم نذاشتی و دوره برمی خیلی ازت ممنونم، ولی این کارو باید تموم کنم. شکار گنده تر از اونی که فکر میکردیم. پای کلی خریدار و فروشنده وسطه. باید همشونو یه جا بندازیم تو تله. ولی دارم به دستور میدم، ماموریت تموم شد. من که اطاعت نمی کنم. ازت تو برو به نصرالله دستور بده. من که نصرالله نیستم، من ناصر پاپتیم.
ناصر باباتی هم که از تو اطاعت نمی کنه. عجب رجبازی هستی تو. تازه فهمیدی؟ برو برو از دور هوامو داشته باش. برو الان بیا نا. مواظب خودت باش. باشه. احمد. بله. کلید دستبندم رو ده. بله. از سوراخ پنجره بنداز تو. دست درد نکنه. کجا رفته بودی؟ خیلی طول کشید. رفته بودم پیش نصراللهی. پیش نصراللهی؟ یعنی چی؟ علی تو چادر تنها بود. منم رفتم پشت چادر باش حرف زدم. بهش گفتم بیا بریم. قبول نکرد. برای چی؟ میگه میخواد کارو تموم کنه. میگه یه قضیه گنده است. پای یه معامله بزرگ وسطه. میگم جناب سرنگ، حالا که فهمیدی رفیقتون سعی سالمه، یه لطفی بکن، دسته ما رو باز کن که حداقل بتونیم برای سلامتیش دعا کنیم. مگه با دست بسته نمیتونی دعا کنی؟ بستای بسته؟ چرا میشه راست بگی؟ باید هم برای سلامتی ایشون دعا کنم، هم برای خودم که دستام باز شه. بیا. داد مستجاب شد. پس یکی دستم چی؟ داد فقط به اندازه یه دست بود. اگه میخوای اون دست دیگه تم باز بشه، باید از ته دل دعا کنی. همینش هم غنیمت. جعبه آرزوهای من و تو همونجا بود؟ آره. پس میخواستی کجا باشه؟ چطوری آقا مجی؟ یالا جناب صفدرخان، مرد حسابی، مثل این که زندون حسابی مغزت چلونده. رسم و رسومات قاچاقچی هم که یادت رفته. نه به پایی، نه مراقبی، نه قراولی، همینطوری دراز به دراز خوابیدی؟ اگه سر چارتاییتونو میبریدم چیکار میکردی؟ هیچی، دعا به جون ننه بابات. ننه بابای من که به دعای آدمای ناکسی مثل شما احتیاج ندارن. خودشون یه پسر دارن مثل دسته گل که هر شب براشون دعا میکنه. چه جور گلی؟ گل خرزله. یا بیا داره مرس میزنه. میگه احمد نگران نباش، من حالم خوبه. خب الحمدلله. خب حالا اصل حالت چطوره؟ از احوال پرسی دوستان. داری مطلک میگی؟ میخواستی کجا احوالتو بپرسن؟ تو زندون؟ حالا چرا قشقرق رو انداختی مرد حسابی؟ تیر و تفنگ در میکنی؟
دیدم بی خیال خوابیدی، گفتم یه تکونت بدم بفهمی دنیا دست کیه. دست کیه؟ دست اونیه که تفنگ دستشه. یعنی دست شما؟ ما و شما نداره. میخوای بدم دست شما؟ نه، همون دست خودت باشه بهتره. جدی میگم؟ واقعا؟ آره واقعا. بفرما، میخوای بیا بگیرش. خوش دسته. به دست شما خوش نشسته. ولی به دست صاحبش بهتر میشینه. این لانتوریا کی هم دور خود جمع کردی؟ دوتاشون رو باز بشنسی. اونو میشنسم، پسر خالته شاهرخ سلیمانی. از اون افقتاست. وقتی تو زندان بودی به من پیغام داد که طلب مجید بده به من. منم گفتم با تو طرف نیستم، جنسو از مجید گرفتم، پولم میدم به خودش. بعد گفتم بیا دانیال یه چیزی بده ما بخوریم. خب بگو ببینم، چند روز پیش پای تلفن چه مرگت بود؟ واسه چی گوشه کنایه میزدی؟ کنایه نزدم. چرا؟ گفتی پاشو بیا سنگامونو وا بکنی. منم پاشدم اومدم. حرف حسابت چیه؟ دیگه حرفی نیست، همین که اومدی همه چی صاف شد. مجید مطمئنی؟ مطمئن. آخه خره، من که با تو خورده حسابی ندارم که بخوام تو رو لو بدم یا پولاتو برکشم بالا. ناسلامتی ما 30 ساله داریم با هم کار میکنی. ولش کن دیگه، حرفشو نزن. میدادش بفرم. اینو باز بشنسی، برادر کوچیکمه دانیال. دیده بودیش؟ نه، یه چسکاله بچه بود. همیشه دنبال تو میدوید و اینه بزغاله به به میکرد. گنده شده. فرستادمش خارج درس بخونه ولی نخوند. یه لاتی شده اینه قدم. میخواستی چی بشه؟ برادر من تو که پلفصل نمیشه که. آخر آخرش یکی میشه مثل خودمون. میشه زن قربونه. خب حالا چی آوردی واسم؟ چی میخوای؟ هم طلبت آوردم هم جنس. کدومو میخوای؟ جنس. پولات هم حاضره؟ جنس. باشه، 300 کیلو کراک درجه 1 حزشو ببر. خوبه؟ چقدر باسمت بدم؟ بعدم با هم استاب میکنی. بدهیم خیلی زیاد میشه. عیبی نداره، مال باغ خودمه، لابراتوار زدم. مبارکه مبارکه. سلامت بشی. آتالت اینگل تره. خوب شده. صفدر ملکپور قاچاقچی معروف اومده بود اینجا و الان با ماشین مجید راه افتاد. حالا خود دانی. علی سلطانی خوب گوش کن ببین چی بهت میگه. خب حالا چی میگی؟ راجبه چی؟ اگه نگفتیم من لوده که پولا رو بکشه بالا. چرا؟ هنوزم میگم. ولی اون هم جنس رو برام آورد هم پولو. خب واسه اینکه ازت میترسه. صفدر اینقدر دل و جرأت داشت که با تفنگ بیاد دم چادر بشینه بالا سرم، میتونست همونجا منو خلاص کنه. چی بگم؟ خب فقط من و اون خبر داشتیم. دانیال جمع کن باید راه بیفتیم.
یا دارن راه میافتن. مرجان مراقب حرکت کن. وایسا وایسا واسه روش بیا پایین. تو هم بیا پایین. حدود نیم ساعت تا سه رو به دیگه میرسیم به اولین پاسگاه. نباید بذاریم ماشین رو بگردن. چطوری این کارو بکنم؟ من نمیدونم. فقط ماشین باید سعی و سالم عجل و پاسگاه عبور کنه. اگه یکی از مامورا گیر داد و خواست ماشین رو بگرده من چی بگم؟ تو سرهنگ نصراللهی هستی، از من میپرسی؟ آقا مجید، مثل که شما یادتون رفته من شکل نصراللهی هستم، خود نصراللهی نیستم. بس کن جناب سرهنگ، از نقش ناسپاپتی بیا بیرون، تموم شد. مجید چی داری میگی؟ آقا مجید داری شوخی میکنه. نه شوخی نمیکنم، تو خود نصراللهی هستی. داداش داری سر به سر اون میذاری؟ نه عزیزم، سرهنگ نصراللهی واقعی اومده نقش بدلشو بازی کنه، اون تا اینقدر بد بازی میکنه که تو از همون اول فهمیدی این ناصر پاپتی نیست، فقط نمیدونستی کیه. من نمیفهمم شما چی میگی. داداش یعنی این خود سرهنگ نصراللهیه؟ آره این خود سرهنگ نصراللهیه. ناصر پاپتی رو گرفتن، خود ناکسش اومده تعطوی قضیه رو دراره. یا پیغمبر، نصراللهی؟ تو چرا میترسی؟ تو که باش بده پستون داشتی؟ چه بده پستونی مجید جون؟ مگه جای منو تو بهش خبر ندیدی؟ من؟ آخه بذار خودش بپرسم. جناب سرهنگ، کی جای منو تو هتل به شما خبر داد؟ دانیال، اسلحه منو از تو ماشین بیار. اینجاست داداش، بیام. میتونی پسر خاله رو بزنی؟ خب اگه شما بخوای. آره پس بزن. دانیال به من چیزی نگو پسر خاله، به داداش بگو. بزنم؟ آره بزن. صبر کن، اون با من ارتباطی نداشته. پس از کجا فهمیدی من تو اون هتلم؟ یه تلفن ناشناس. هیچ تلفنی برای شما ناشناس نمیمونه. چرا میمونه؟ برای ما مهم نیست کیه، مهم اینه که چی میگه. میخواد لوش نده. بزن. کار من نبوده. مطمئنم کار تو بوده. آخه من چرا باید تو رو لو بدم؟ به خاطر پولا. دیدی که من دست به پولا نزده بودم، سر جاش بود. نه نبود. ولی آخه دیشب خودت و دانیال رفتین پولا رو برداشتین آوردین. نه از اونجایی که من تو چال کرده بودیم. پس از کجا؟ اونجایی که من چال کردم. تو جای پولا رو عوض کرده بودی؟ آره، تو رفته بودی سراغش، همه جا رو زیر و رو کرده بودی، پیداش نکردی. خب بس تو اول ناوردی کردی. میدونی چرا؟ فهمیدم تو جنسا رو با قیمت دیگه میفروشی، ولی به من قیمت دیگه میدی. تو نامردی هم تو دست با چلفتی هستی. چی کار میکنی سرهنگ؟ چی امراته؟ 300 کیلو کراک. 300 کیلو؟
اگه بگم نه چیکار میکنی؟ البته من تو این راحتی تموم نمیشه. سرهنگ با سابقه پلیس مجید باستان رو تو از زندون فراری دادی، آقا چاخچی ها همکاری کردی، دیگه نه آبروی اسخویت میمونه، نه خونوادت، نه همکارات. قصه ناصر پاپتی هم خیلی حساب نکن، هیچکی باور نمیکنه.